بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی. اصرار آقای پزشکیان بر ابقای آقای ظریف یکی از مسائلیه که این روزها در مجلس به شدت داره دنبال میشه. بریم صحبتای برخی از نمایندگان مجلس رو ببینیم و بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا بنده خیلی تعجب کردم از اینی که یک لایحه برای یک فرد داده میشه، یعنی لایحه برای آقای ظریف. همکاران الان در نوبت قبل برای 4 نمایندهی که به هر دلیلی الان دیگه حوز انتخابیشون نماینده نداره توجه داشتید و رأی مخالف دادید، ولی اینجا دولت برای یک نفر برداشت لایحه آورده و این یک بدعت گذاری جدید هست در دولت و اگر مجلس بخواد رأی بده. بذارید اینجا یه سوال بپرسم ازتون. فرض کنید من یه قانونی رو تصویب کردم که آقا از این به بعد این قانون باید اجرایی بشود. خب مثلا فرض کنید فرزند من قصد داره بره به کشور دونقزآباد سفلا، اونجا تابعیت بگیره، اقامت بگیره، اونجا زندگی کنه اینها. بعد من 4 بعد قصد دارم رئیس جمهور بشم، یعنی شرکت کنم نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشم و رأی بیارم و رأی بالایی هم فرض کن دارم، ممکنه که رئیس جمهور بشم. خب حالا اگر این تابعیت فرزند من باشه که من نمیتونم رئیس جمهور بشم، که چیکار کنیم؟ همون قانونی که خودم گذاشتم که هر کس زنش، خودش و فرزندش تابعیت مثلا آمریکا و کانادا و دونقزآباد سفلا رو داشته باشه نمیتونه رئیس جمهور بشه یا مشاغل حساس رو بگه، اینو بذاریم کنار که چی بشه؟ مثلا برای 4 بعد راه بازی که خودم بتونم کاندیدای ریاست جمهوری بشم و اگر رأی آوردم بتونم رئیس جمهور بشم. یه حمید رسایی و حاجی دلیگانی و اینا پیدا نشن که بیان گیر بدن که آقای وطن دوست مثلا فلان اینا برو کنار. گرفتی چی میگم؟ ادامه‌ش هم بشنویم. ما انتظار داشتیم که یک لایحه 2 بیارن برای برق. آقای حاجی دلیگانی، برق مگه مشکلی داره؟ الان بعضی کشورها اصلا 8 برق ندارن، حالا ما در روز 2 برق اون قطع بشه چه اشکالی داره؟ شما خیلی دارید مسئله رو بزرگ میکنید. مسئله بزرگتر از معاون راهبردی؟ شما میگی اینو بذار کنار برو به برق برس. واقعا شما نماینده مردمید؟ عجب. بگن آقا سال گذشت، یعنی همین تابستان امسال 3 در هفته صنعت برق نداشت، موتورهای کشاورزی برق نداشتن. ما دولت طرح 2 آوردیم یا 1 آوردیم برای اینکه برق رو چگونه تامین کنیم. ادامه‌ش هم بشنوید. یه تیکه دیگه صحبتایشون هست خیلی مهمه. چه مقدار ما تا الان از نفوذ ضربه خوردیم؟ همه نفوذهایی که شما بررسی کنید یک سر رشته اون به همون افرادی برمیگرده که یه پاشون در ایرانه یه پاشون در خارج از کشوره. آقای حاجی دلیگانی، آقای ظریف که گفت من الان 7 اصلا نمیرم آمریکا، رام نمیدن، نمیدونم اصلا داستان داریم. فرزندشون تابعیت داره دیگه. حسن عباسی هم که گفت تابعیت فرزندان و نمیدونم اقامتشون اونجا باعث نفوذ و اینا میشه، زخیم ها رو گفته، با ظریف ها کاری نداره. ظریف میدونه که زیاد کار خاصی نمیتونه انجام بده که، ظریفه. ولی اونی که زخیم و اینا، اونا یه کارایی میکنن، مثلا کله گندن و خیلی. معاونت راهبردی که چی کار میکنه؟ ما چه اختیاراتی داره مثلا؟ بیشتر یه اسم فقط. آقای ظریف الان دیدید دخالت کنه تو امور؟ واقعا دیدید؟ یه جا دیدید بیاید به من نشون بدید، بگید آقای ظریف فلان جا دخالت کرد. شما خیلی پیچیدش دارید میکنید آخه. خب اینها که مسئله اساسی ما نیست. حالا آقای ظریف بله برخلاف قانون منصوب شده، اشکال نداره بزننش کنار. دیدی خودش هم گفت اینا چیزای اساسی، مشکلات اساسی رو نمیدونم زیاد سختش گرفتن به نظرم. فرد دیگه مگر قحط و رجال در این کشور که شما برای اینکه یک فرد رو در یک جایگاه نگه دارید دولت اینقدر بیکاره
که بنشینه لایه تنظیم کنه برای اینکه مسئله آقای ظریف رو در جایگاه مثلا معاونت نظارت راهبردی فراهم بکنه. این کار بزرگیه. ببین شما داری ناسپاسی میکنی، زحمات دولت رو در تنظیم این لایحه داری نادیده میگیری. وقت گذاشتن نشستن، خب به هر حال چجوری بذاره کنار؟ مگه میشه قحط الرجاله؟ مگه همین آقای ظریف نبود رأی بود برای پزشکیان؟ میرفت شهر بشه اینجوری صداشو میبرد بالا، داد میزد سر هموطنانش. همون آقای ظریفی که میخندید در برابر جان کری و اینا، به هموطنان خودش تشر میزد، داد میزد، فریاد میزد، سعید جلیل رو لهش میکرد، شخصیتش رو می‌خواست خرد کنه که چی؟ پزشکیان رأی بیاره. خب حالا آقای پزشکیان چجوری ایشونو بذاره کنار؟ شما خودت باشی چیکار می‌کنی؟ راه حلش چیه؟ یه راه حل بده که بتونه بذاره کنار. همینجوری اومدی اونجا نشستی میگی بذار کنار. غیر قانونی. حالا غیر قانونی، این همه دارن کار غیر قانونی می‌کنن. خب حالا این شما گیر دادی به رئیس جمهور؟ نشد که. یعنی خیلی راحت می‌تونی مثلا همه چی ماسبالی کنی، میگی آقا ولش کن، زیاد سخت نگی، توجیه گناه بدتر از خود گناهه. به طرف میگی چرا رشوه می‌گیری؟ میگه آ این همه دارن می‌گیرن. آقا اصلا این همه میخوان برن جهنم، تو چرا میگیری؟ تو هم میخوای بری جهنم؟ خانم حجابت را رعایت کن، برو جلو اختلاسا رو بگیر. مقایسه گناه با گناه. آقا خمستو بده، اه برو بابا فلانی خمس نمیده فلان. یعنی همش دنبال توجیهیم، دنبال این که کار خودمون رو پیش ببریم، حالا میخواد گناه باشه، غیر قانونی باشه، غیر شرعی باشه. ادامه شمش نبید. این آقای رئیس جمهور، ما انتظار داریم بنشینید مسئله اساسی مردم رو حل بکنیم، مسئله تورم رو حل بکنیم، مسئله نخود رو حل بکنیم، مسئله گوشت رو حل بکنیم، مسئله لبنیات رو حل بکنیم، مسئله شیر رو برای مردم حل بکنیم، مسئله نان رو حل بکنیم، مسئله اطباء رو برای مردم حل بکنیم. اینا مگه مسئله ای داره؟ خب گوشت یه ذره گرونه، مردم نمیتونن بخورن، میرن مرغ میخورن. حالا مرغ هم نتونستن بخورن، جیگر مرغ، دل مرغ اینا هست، میتونن برن بخرن استفاده بکنن. و اگر اینا هم نبود، تخم مرغ هست، هم میتونن نیمرو، املت و گزینه‌های مناسبتری هست، به هر حال آبپزش کنن، حالا در کنار سیب زمینی. یعنی سیب زمینی آبپز با تخم مرغ آبپز، اگه اینم نشد به تنهایی میشه یا تخم مرغ آبپز یا سیب زمینی آبپز. خب اصلا شما خیلی داری لاکچری زندگی میکنی آیا آجی دلیگانی. گوشت برو نگاه کن، قدیم مگه اینجوری بود؟ اوه سالی یه بار مثلا یه گوشتی، حالا هفته یه بار مثلا نهایت. شما بخوای هر روز گوشت بخوری که این حرفا رو میزنی؟ بعدم که ماست و نمیدونم شیر و نمیدونم بعضی از این لبنیات ها سردیه، برای همه خوب نیست. خواد استفاده کنه باید مسلش باشه در کنارش، مثلا یه ذره نعنایی، نعنا خشکی چیزی بریزه روش و اینا. بعد تازه میگن 7-8 ساعت قبلش باید این کارو کنه، این موارد پزشکی و بهداشتی و نمیدونم تغذیه رو رعایت کنید که به بدنتون آسیب نرسه، که اگر برید آزمایشگاه و دکتر و اینها هزینه ها سرسام آوره. اینجا آمریکا و کانادا و اروپا نیست، فکر کنید همه بیمه دارن و نمیدونم فوری هر کس یه پزشک مخصوص به خودش داره و بلافاصله تا تب کنی میان بالا سرت و اینا. اینجا خارج نیست، اینجا داخله، اینجا ایرانه. پزشک عمومی و اینا به زور پیدا میشه تو محلاتتون، میرید نگاه کنید اصلا پزشک وجود نداره که. دندون پزشک گیر میاد الان، اوه 6 سال باید تو صف بمونی یه دندون پزشک پیداش از یه جایی مثلا اینا. مراقب باشید، مراقب باشید. زیرمیزی و اینا هم نمیگیرن، زیرمیزی نمیگیرن پزشکامون، بعد ارجاعتون نمیدن به بیمارستانای شخصی که امکانات بیشتری بهتون بدن و با همین بیمارستانای دولتی باید بسازید. خلاصه ما گفتم بود تغذیه‌تون رو درست کنید، بعدش هم به حرف آقای حاجی دلیگانی گوش ندید. بحث نون و اینا بحث ما نیست الان، بحث درجه یک ما نیست. نون، نونی که سبوس نداره و نمیدونم فلان اینا بحث ما نیست که. مثلا نون سنگک باشه 3000 تومان یا 5000 تومان، اصلا 4 تا کنجد بریزن روش 10-15000 تومان، 20000 تومان بدون نوبت و بدون رعایت عدالت و اینا. اینا مسئله های ما، اصلا تا حالا دیدید اینا مسئله ما باشه؟ تو صف نونوایی دیدید دعوا بشه بگن آقا چرا 20 صف دادی، چرا کنجدش کم بود، چرا مثلا کنجد رو گرون دادی؟ اینا پیش پافت. آی حاجی دلیگانی داره آدرس غلط میده، فکر کنم داره مخاطب رو منحرف میکنه و این درست نیست. آی حاجی دلیگانی شما نماینده مردمی دا، حرف مردم رو بزنید. حرف مردم الان رفع فیلترینگ، حرف مردم الان نمیدونم برداشتن گشت ارشاد، حرف مردم نمیدونم ریجیستر آیفون گوشی آمریکایی. آیا آمریکا به این آی رئیس جمهور گفت ما برادریم با آمریکا، شما نمیخوای بذاری بین دوتا برادر مراوده مالی صورت بگیره، این گوشی های آیفون بیاد مردم بخرن، برن به هر حال به همدی فرو کنن تو چش همدیگه، بگم منم آیفون دارم.
حالا درست نون گرون شده، گوشت نمیشه خرید، زیاد مهم نیست، حالا مرغ هم که هورمون میزنن و اینا شما، ولی گوشی آیفون رو داشته باشه که فرو کنه تو چش طرف مقابل. شما بخیلی مگه نمیذاری این اتفاقات بیاداری؟ آدرس غلط میدی؟ یعنی همه مشکلات کشور حل شد آی حاجی دلیگانی؟ شما گیر دادی به ظریف؟ بابا برو دنبال مشکلات زخیمتر، با ظریف چی کار داری؟ هی میگی ظریفو بذار کنار، قحط الرجاله. بله که قحط الرجاله، داریم مگه مثل ظریف؟ شما چند نفر میشناسی مثل ظریف که 50 سال تو آمریکا بوده باشه، 8 سال وزیر امور خارجه باشه، برجام رو بره پیگیری کنه، 8 سال هی دوندگی، حالا آخرش نافرجام شد که شد، بالاخره مهم اینه که ایشون تلاششو کرده، موظف به وظیفه بوده، با نتیجه کاری نداره که، به درک حالا نتیجه هر چی شد شد. داریم مگه همچین کسی که به خاطر همین دوندگی در برجام سکه‌های طلا بگیره؟ اونم کی؟ سکه رو زمانی گرفته که مثلا شاید 3-4 میلیون، الان سکه 50 میلیونه. ببین چند نفر رو داریم مثل آقای ظریف که سکه رو تو قیمت پایین تر بگیره، یا قیمت بالاتر مال شما، برید سکه 50 میلیونی بخرید، الان مهریه میخوای بدید و اینا، برید مال خودتون، من همون 3-4 تومن 5 تومن 10 تومن باشه خوبه، همون موقع به من بدید همون موقع میگیرم، منتظر نمیمونم بشه 50 میلیون. ببین مناعت طبع رو ببین. بله که قحط الرجاله، نداریم مثل ظریف اصلا. کدوم مسئول رو دیدی مثلا با دشمن بره گلاویز بشه و فلان و اینا، سعی میکنه مذاکره کنه، لبخند بزنه، کارا رو پیش ببره، ولی حالا تو داخل سر 4 تا هموطن هم داد بزنه، اصلا به گزارشگر بگه برو بابا حالت خوشه ها، از حمله موشکی ایران به اسخاتیل میپرسی، برو دلت خوشه. اینا که نون و آب نمیشه که همش دنبال جنگید. ما نداریم همچین کسی. قحط یعنی ظریف، ظریفه واقعا، دلشو نشکنید، ظریف میشکنه، یه قهر میکنه میره ها، این سری قهر کنه بره، چه خاکی تو سرمون کنیم، چه جوری بریم بیاریمش، با چه وعده‌ای بیاریمش، نکنین کار آقای حاجی دلیگانی. بریم ببینیم آقای رسایی چی گفتن. این روال عزیزان من غلطه. بیا اول بسم الله، هنوز از راه نرسیده انقلت میکنه که غلطه. بابا یه دو کلمه حرف بزن ببینیم چی میخوای بگی، بعد بگو غلطه دیگه. آقای رئیس جمهور مجلس زیاد میان، انصافا نسبت به رؤسای جمهور قبل ایشون بیشتر میاد مجلس. انصاف و رعایت کرد، یاد بگیرن بعضی ها. انصافا ایشون بیشتر به شما وقت میده، ولی این فایده ای نداره. آقا آقای رئیس جمهور با اون پان ترکم جلسه داشته، اینا که دیگه غیر پان ترکم تجزیه طلب نیستن، شما انتظار داری وقت نده؟ آقای رسایی هم چیزایی میگه. قانون ما باید احترام بهش گذاشته بشه، این روال بشه که شما الان قانون تصویب کردید، یه نمونه دیگه، قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، خواهی قانون مصوب مجلس به امضای همین رئیس مجلس در مجلس قبل رسیده. داره به آقای قالیباف اشاره میکنه، من نبودم تصویب کردم، الان فردا بیاد به من بگی آقا شما چرا تصویب کردی، چرا الان داری چیز میگی، به من ربطی نداره، آقای قالیباف داره میگه. این از سال 1401 قانون شده، میگه آقا اگر کسی خودش، بچهش، زنش تابعیت داشته باشه نباید پست حساس بگیره. بعد در عین حال رئیس جمهور محترم کسی رو که وزارت اطلاعاتش داره میگه آقا ایشون فرزندش تابعیت آمریکا داره، اصلا هم تابعیت قهری یه چیز مندرآوردیه. طبق قانون آمریکا اگر بچه در اونجا به دنیا بیاد والدین درخواست بکنن بهشون تابعیت میدن. تابعیت قهری رنگ پوست نیست که بگه دست خودم نبود. خب قانون اینو میگه، ولی ایشون برداشت یک نفر رو کرد معاون راهبردی. ما تذکر دادیم، با آقای دبیری نشستیم صحبت کردیم، گفتیم آقا اینه اینه اینه، دو تا چهار تا خلاف قانونه. اصرار پشت اصرار که نه این باید بمونه. حتی یه لایحه دادن برای اینکه قانون رو برای یه نفر عوض کنن. ما گفتیم آقا هر موقع لایحه شما در مجلس رأی آورد اون فرد شما بذار رو سر دست، ما کاری نداریم، ولی قانون در حال حاضر اینه. نمایندگان حدود 45 نفر به این خلاف قانون اعتراض کردن، رفت کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور این موضوع رو بحث گذاشت، دلایلش رو گفت، نمایندگانی که مخالفت کرده بودن دلایلشون رو گفتن، کمیسیون امنیت ملی رأی گرفت، رأی آورد، موضوع الان باید ارجاع شده به هیئت رئیسه، هیئت رئیسه طبق آیین‌نامه باید این گزارش رو در صحن علنی قرائت بکنه. حالا ان شاء الله که همین اتفاق میفته. انشالله داری تیکه میندازی آقای رسایی، انشالله که خب میفته دیگه، مگه این همه لایه اومده الان لایه افاف و اجاب، مگه کارشو مجلس انجام نداد؟
حالا دو سال طول بکشه، مثلا یه سال طول بکشه، مهم اینه که انجام شده. شما افراطی‌گری نکن دیگه لطفا آقای رسایی. بعد اگر نمایندگان رأی بدن میره صداش قطع شد دیگه، کلا ولش کن آقا. آقای رسایی یه توییت هم زده، میگه در حالی که روز سه‌شنبه قرار تخلف رئیس جمهور درباره انتصاب ظریف که فرزندانش تابعیت آمریکا دارن به رأی گذاشته بشه، آقای قالیباف امروز لایحه دولت درباره تغییر قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس رو در دستور قرار داده. اگر تابعیت گرفتن فرزند و همسر مقامات تا الان غیر قانونی و قبیح بود، از این پس نه تنها قانونی که مطابق نظر دولتی‌های فرصته. یعنی از این به بعد باید شاهد فرزندانی باشیم که با حقوق‌های نجومی پدرانشون جیب‌ها و حساب‌هاشون رو پر کردن و در صف گرفتن تابعیت انگلیس، فرانسه، کانادا، آمریکا و غیره و ذالک هستن. مهم است بدانیم چه کسانی با این لایحه و تشکیل صف فرزندان مسئولان برای گرفتن تابعیت موافقن. ببین این برنامه رو اگر نفهمیدی که یه طنز تلخ بود، برگرد از اول حتما ببین و بشین یه ذره فکر کن به حرفام، و اگر بخل نیومد سراغت، دوست داشتی بقیه هم ببینن، میتونی لایکش کنی، کامنت بذاری، اشتراک گذاری کنی با بقیه. آره اینجوری میتونیم به همدیگه کمک کنیم که یه جامعه فعال و پویا داشته باشیم، نه اینکه بیان با فیلترینگ و نمیدونم فلان اینا ما رو منفعل کنن، غرق در شهوت و یه گوشه از مسائل و اینا، بعد اینا اینور خودشون کارشون رو انجام بدن. ببین یه جوون انقلابی باید فعال باشه، پویا باشه، کارآمد باشه، به درد بخور باشه. وقتی جوون جامعه رو تقدیر کردن سرش گرم فساد و این مسائل جنسی و اینها شد، نمیتونه کاری انجام بده، اونور یه سری کارهای خودشون رو انجام میدن. بعد دو دستی باید بزنی تو سرت که اه چرا عقب موندم، همسن و سالای من مثلا اینجوری هم اونجوری هم فلان هم. من هنوز درگیر داره رفع فیلترینگم که مثلا خیلی راحت بتونم اینستاگرام رو باز کنم، هرچی اونجا تو فاحش خونه هست نگاه کنم. آره حواست باشه اینجوری فریبت ندن. یا علی، التماس دعا، خدا نگهدارتون.